سلام، مهمان فراخبر امشب آقای محمد عمر داوودزی، نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان است و بس هم آغاز مذاکرات میان افغانان. خوش آمدین آقای داوودزی. تشکر، خوش باش، وقتتان بخیر. از آغاز مذاکرات شروع بکنیم که پس از خموپیچ بیش از حد بالاخره دستیاب شد، امیدوار کننده است رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترم. بله، بعد از 40 سال ما شاهد مذاکره رویارویی، نشستی رویارویی بین دو طرف جنگ بودیم. البته که در طول 40 سال امی دو طرف جنگ نبود، تغییر کرده، ولی بالاخره نشستی بین الافغانی به این شکل به یاد من نیست. حتی بعد از خروج اتحاد شوروی هم افغان ها بین خود نشست نداشتند. افغانا با پاکستانی ها نشست داشتن که معاهده جنوا امضا شد. این در طی طول 40 سال اولین بار است که دو طرف جنگ که دو طرف افغان هستند بین خود نشست دارند. یک روز مهم است. هنوز من روز تاریخی برش نمیگم. به تعریف من روز تاریخی روزی است که به خیر توافقنامه صلح امضا شد بین دو طرف. بسیاری های روز تاریخی گفتن. آغاز یک پروسه است، یک روز بی سابقه هست که انشالله به یک روز تاریخی که امضای توافقنامه صلح باشه منجر خواهد شد. چون خب که بر وضع کشور به شک اثر گذار است، اما چون این توافقنامه ها هرچند شما اشاره کردین که میان دو طرف هم نبوده، اما به گونه سرنوشت ساز بوده برای افغانستان، تعیین سرنوشت کرده به مائده ژنو، پشاور، بن. این نشست و این مذاکرات دوحه تفاوت کلان نسبت با برخوردهای گذشته در باب تعیین سرنوشت به افغانستان داشته چیست؟ تفاوت بزرگش است که ایالات متحده امریکا که در طی 20 سال گذشته یک طرف جنگ حساب می شد. طالبان می گفتند که ما در برابر اشغال که گویا امریکا افغانستان اشغال کرده ما جهاد میکنیم. و بالاخره چند ماه قبل 29 فوریه ما شاهد اولین توافقنامه بودیم که بین امریکا و طالبان امضا شد. که دشمنی امریکا و طالبان ختم شد. آل امریکا اگر مسئله صلح باشه من ایسی میانجی رول خود بازی میکنه کی متفاوت میسازه با همه توافقنامه‌ای که ما در گذشته داشتیم. مثلا پشاور پاکستان میزبانش بود که دو مشکلات جدی بوده، در میزبان هم مشکلات بوده، در اطرافان بوده. بعد از توافقنامه اسلام آباد بوده و تعقیبش که او هم بالاخره جنگ ختم نکرد ولی زیاد ساخت. و ژنو هم بین افغان ها نبوده و بین افغانستان و پاکستان بوده که پاکستان نمیتونست از مجاهدین افغانستان نمایندگی کنه، نادرست بوده. اونمون نادرست بودن بالاخره منجر به این شد که جنگ ختم نشد. این دفعه یکی از فاکتورهای امیدوار کننده میانجیگری خود ایالات متحده امریکا هست که اونا تانستن که اعتماد طالبان هم کسب کنه، اعتماد دولت افغانستان خود داشتن، 20 سال متحد ما بودن و می باشن. ما شما شاهد از این امر هستیم که طالبان حتی از آل از قرآن و حدیث گپ نمیزنن، از توافقنامه امریکا زیاد گپ میزنن. هر مسئله را که برشان بگی میگه در توافقنامه امریکا و طالبان تو گفته شده. این یک امر خوب است، من این را تایید میکنم. اما این نمایندگر عزیز که امریکا هم حیثیت میانجیگر داره و میانجیگر ضعیف هم هیچ وقت کارآمد نمی باشه. میانجیگری که زور داره، قدرت داره، او بالاخره به یک نتیجه میرسه. بسیار خوب. یعنی ادامه حضور امریکا را پیش بین هستین در کشور. آقای خلیلزاد این مسئله را رد کرده و گفته یک بحث و یک دیدگاه محاسبه ناشده است. خب حضور چندین قسم می باشه. حضور نظامی که عساکر امریکا در افغانستان بدون ویزا حضور داشته باشند و در امور روزمره ما به سطح قریه و به سطح دولت مداخله کنند، او تو حضور نمی باشه، او حضور ختم میشه. اما حضور من ایسی یک دوست، من ایسی یک مشترک، من ایسی یک همکار، من ایسی یک کمک کننده در انکشاف افغانستان، در مسئله ثبات افغانستان، در قسمت روابط افغانستان با کشورهای همسایه به او شکل حضور می داشته باشه. خب برای حضور که
اثر بر روابط خارجی افغانستان خواهد داشت؟ در حضوری که تسهیل کننده روابط خارجی افغانستان می باشد. شما ببینین این یک منطقه هست که افغانستان یک کشور غریب در بین پنج قدرت اتمی محاصره شده و رابطه افغانستان با این پنج قدرت اتمی را حفظ کردن و نگاه کردن و به شکل درستش او را پیش بردن به یک مومد ضرورت داره و انشالله که امریکا مومد افغانستان می باشه، نه این که در برابر از این کشور را. ما نمی خواهیم به هیچ کشور همسایه و منطقه دشمنی داشته باشیم، روابط خراب داشته باشیم. ما می خواهیم به همشان روابط خوب داشته باشیم. در ایجاد امی رابطه خوب می تان امریکا با ما کمک کنه. در بدلش چی به دست خواهد آورد؟ امریکا؟ بله. افغانستان یک منطقه مهم سوق الجیشی است. مثل که خدمتتان عرض کردم، حالی چین در منطقه بروز کرده، پاکستان متحد اولی خود حالی چین میدانه، یک زمان متحد اولیشان امریکا بود، حالی چین است. ایران و چین هم روابطش خوبتر شده میره، روسیه ملاحظات خود داره. این یک خطه جغرافیایی که در بین واقع است، ای از اهمیت بی سابقه برخوردار است و امریکا حضور غیر نظامیشان که در جمعه باشه، غیر نظامی ولی استراتیجیک، اونمو به فایده شان است، به منفعت شان است، شاید منافع شان را تامین کنه در منطقه. بسیار خوب، تامین منافع خلاف میل روسیه، چین، ایران که اختلاف کلان با امریکا دارن. ما امیدوار هستیم که اینا هم یک راه حل پیدا کنن و در این منطقه در این خطه زندگی مسالمت آمیز پیش ببرند. قسمی که ما شما در ساحه خلیج شاهدش هستیم، حال امریکا و اسرائیل و امارات متحده روابط ایجاد شد، به تسهیل فراهمی امریکا بود، رول امریکا بود با بحرین، شاید با کشورهای عربی دیگه هم این قسم یک رول اگر در ایجا بازی کنه که همه کشورها با هم درست زندگی کنن، در مسالمت زندگی کنن، او رول زیب میته با امریکا، با قدرت و با توانمندی که داره. اگر میخواه که رهبر جهان باشه، باید ایتو یک رول بازی کنه، نه کوبنده. رول کوبنده یا رهبر نمیسازه، رول سازنده رهبر میسازه امریکا را. بسیار خوب آقای داوودزاده، میخواستم از بحث آغاز مذاکرات دیروز و سخنرانی ها در این مذاکرات بحث را آغاز بکنیم. باز خواهی شما چنان شد که رفتیم به بحث نقش منطقه و اثرهای حضور امریکا در منطقه بر وضع در افغانستان. بحث منطقه پاکستان از این کشور آغاز شده، گفته که شب دراز و تاریک در افغانستان پایان یافت و طلوع خورشید در راه است. باور میکنین؟ خب این یک اظهار اراده هست، یک بیانیه هست. در گذشته ها مردم افغانستان سر بیاناتی که از اسلام آباد می آمد زیاد اعتماد نداشتند. آله هم حق دارند که به اعتماد باشند، ولی مشوره ما ایست که پشت نیت مردم نگردیم، پشت عملش برش فرصت بدیم که در عمل چی می کنند. در قسمت توافقنامه بین امریکا و طالبات یقیناً که پاکستان همکاری کرد. اگر پاکستان همکاری نمی کرد، شاید به او سرحد نمی رسیدند و او را هم امریکا تشکری کرد از پاکستان و هم طالبا. اگر با می شکل یک رول مثبت پاکستان بازی کنه و در ذهنش همی تو یک رول مثبت باشه که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک اسلامی طالبا با متو یک توافقنامه ما را برسانه، خدا بیارشه، ما قدردانی میکنیم. یعنی ما آرزوی ما ایست که به نیت در مورد کسی قضاوت نکنیم، سر عملش قضاوت کنیم، برش چانس بتیم، فرصت بتیم که در عمل ثابت کنیم. بسیار خوب، چرا به خاطر توافقنامه امریکا طالبان باید از پاکستان تشکری شود؟ این کشور منفعتش تامین میشه در افغانستان، طالبان در پاکستان حضور دارن، خروج امریکا از افغانستان به گونه به سود امریکاست کوتاه. بله، یک تاریخ جفتیده که طالبا بعد از حداقل اگر از اون نقطه شروع کنیم، بعد از مداخله امریکا در افغانستان، طالبا پناهگاه خود در خاک پاکستان ساختن، عبور و مرور داشتن، رفت و آمد داشتن، رهبرایشان اونجا بود. از اونمون رابطه پاکستان استفاده کرد که رابطه بین امریکا و پاکستان بسازد. بس پاکستان و مسئله افغانستان که جنگ نیابتی کشورها و مداخله کشورها دانسته میشه، با صلح میان افغانان و صلح افغانستان
جنگ نیابتی منطقه و حتی جهان در افغانستان پایان خواهد یافت؟ خب امی لفظ جنگ نیابتی بسیار مشکل زا هست. اگر به او ساحه بریم باز به تعریف های بر میخوریم که شاید خود ما خوش نداشته باشیم، اما یک واقعیت هست جنگ نیابتی. به او شکل که نگویمش بهتر است، به این شکل بگیم که طالبا به پاکستان نزدیک بودن، نزدیک هستن. امیالی هم به پاکستان سفر کردن، از پاکستان پس رفتن به قطر. عالی که طالبا برای منافع پاکستان می جنگن، ما به او موافق نیستم. طالبا اهداف خود دارن، یک تحریک هستن. اگر به او ساحه بریم باز ما برای منافع امریکا می جنگیم، طالبا برای منافع پاکستان، یا ما شاید دولت متهم شد که برای منافع کدام کشور دیگه می جنگیم، که در حالی که او تو نیست. دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای منافع ملی خود می جنگه و طالبا برای اهدافی که خودشان تعریف کردن به او اهداف می جنگه. خب گزارش ها پخش شدن، وجود داره گزارش ها از انعامدهی روسیه و ایران به طالبا به خاطر کشتار نیروهای امریکایی در افغانستان، بعث مداخله هند در افغانستان یک مسئله است. همه اینا با همین سال نهایی میشه و پایان میابه؟ انشالله که نهایی میشه. ایران خو همیشه گفته که دشمن ما دوست ما است. اونا میگن که امریکا دشمن ما است و طالبا دشمن امریکا، فرهاد طالبا دوست ما است. حالی که دشمنی بین امریکا و طالب ختم شده، باید این فرمول ایران هم دیگه تغییر کنه. روسیه هم گفته میشه که انتقام دهه 80 میگیره، زمان اتحاد شوروی رو میگیره، میخواه امریکا را خوب با بینی شکسته از اینجا بکشه. پاکستان هم خوش نیست که امریکا در افغانستان حضور داشته باشه، ولی به اون شکل نیست که با بینی شکسته از افغانستان بره. پاکستان نمیخواه که امریکا در اینجا حضور نداشته باشه که باز دشمن پاکستان باشه، او میخواه دوستی داشته باشه. دیگه به هر صورت با توافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا همین مسائل انشالله حل میشه، ولی کار میخواه. تنها بین دو جنای افغانستان، بین دولت و طالبا، کل مشکل حل نمیشه. و اجماع منطقی ضرورت است و همکاری منطقی ضرورت است. میکانیزم برای از او ضروری است که او از مسئولیت های دولت افغانستان. بسیار خوب. این مسئله به اجماع منطقه، همکاری منطقه، برنامه‌بندی از ایران و روسیه در نشست بزرگ دیروز کسی سخنرانی نکرد، معنی این کار چیست؟ ما دقیق خبر ندارم، ولی از تجربه ما گفته میتونم که روسیه اشتراک داشت به سطح نماینده خاص و در وجه تعاملی بود که صرف به سطح وزیر خارجه باید بیانیه بده، یا حضوری یا از پایتخت خود. شاید وزیر خارجه روسیه مصروف بود، کدام کار دیگه داشت و برای نماینده خاصش اجازه ندادن، چرا با استعداد زیاد میشد. مسئله ایران کمی متفاوت است با عقیده ما، با تحلیل ما، و ایست که قطر و امارات متحده و سعودی روابط خوب نداره و اونا شاید دعوت نشده بودن. شاید امریکا گفته باشه قطره که باز ایران هم دعوت نکنه، ممکنه تو یک چیزی شده باشه با خاطر روابط با عربستان سعودی. تاثیر گذار است، نمیتونیم بگویم. هم کشورهای عربی تاثیر گذار است سر پروسه صلح افغانستان و همی ایران. خوب می بود که همه ای کشورها با مسطح برابر اشتراک میکردن، اما ای که نبود یک نقصی است که انشالله در آینده اصلاح میشه. اما نتیجه را متاثر نمیسازه، یک برایند ناقص. باید نگذاریم، باید نگذاریم که متاثر بذاریم، باید کار کنیم که از او جلوگیری شه. بسیار خوب. میریم سر بحث که باید در اول با شما در میان بگذاشتم. داوود زای صاحب، برنامه چنان پیش رفت که دگرگون شد، مثل که ما پیش بود. بله، مشکل نداره، به حال بس میکنیم. خواهش میکنم، سخنرانی ها را شنیدین. بله. سخنرانی آقای عبدالله در نخست، سپس ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان و در پایان هم پس از این دو تن مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا. موقف ها و دیدگاه ها در باب صلح از هر سه طرف یا از هر سه فرد نزدیک به هم بودن. بله،
بسیار نزدیک بودند. هر سه فرد از ختم جنگ حرف زدند، از صلح گپ زدند، از بعضی ها فراتر از اون از آتش بس هم گپ زدند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان از آتش بس گپ زد، ولی کشورهای دیگه مثلا ترکیه بسیار تاکید کرد سر آتش بس. اما در صورت امو تون، امو لحن، امو لحن صلح بود، نه جنگ بود و نه اتهام بندی بود، لحن نرم نرم بود. اگر خدا نخواسته شروع آغاز دیروز از جانبین با اتهام بندی می بود که شمایی کرده این شما، باز او یک آغاز خوب نبود. الحمدلله که او تو نبود، امو لحن، امو قرات صلح بود که خوشایند است. بسیار خوب آقای عبدالله، بحث جمهوریت را مطرح کردن. آقای برادر، بحث یک نظام اسلامی همشمول، آقای پامپیو گفت که امریکا به دنبال تحمیل نظام در افغانستان نیست، اما بیشک مسئله یعنی تصمیم درباره چگونگی یک نظام برای آینده افغانستان اثر داره و پیوند داره با ادامه کمک های امریکا به افغانستان. جمهوریت و نظام اسلامی که دو طرف مذاکره کننده گفتگوهای میان افغانان مطرح کردن، یک اختلاف کلان و دو دیدگاه متضاد هستند یا نه؟ آقای عبدالله گفت که یک روش سومی و یک گزینه سومی هم میتونه در برخی موارد در کار باشه. ما برداشتیم از حرفهای آقای عبدالله این نبود، ما برداشتیم این بود که آقای عبدالله هم از ارزش هایی که جمهوری اسلامی افغانستان به معتقد است از اون نمایندگی خوب کرد. ارزش هایی که ما شما که در چارچوب قانون اساسی زندگی میکنیم، ما به معتقد هستیم، آقای عبدالله بسیار خوب نمایندگی کرد. ملا برادر هم از ارزش هایی که اونا به معتقد هستند از اون نمایندگی کرد. مثلا چیزی که برای ما بسیار خوشایند بود و ما تشکری میکنم، حرف از اداره موقت از تغییر حکومت از ایگه پانه بود، خواستار یک نظامی که از ارزوهای از اونا نمایندگی کنه. نظام و تغییر حکومت و اینا فرق داره. همین قسمت اگه اجازیت باشه کمی یک نیم دقیقه میگیره واضح کنم. وقتی که طالبان نظام میگه، میگه که سیستم تعلیم و تربیت، سیستم خدمات ملکی، سیستم نظامی، سیستم قضایی، اقتصادی و همش هم میگه ما یک ایدیال از خود داریم، ما یک تعریف از خود داریم که درست است. ما تعریف از خود داریم که در قانون اساسی ما ذکر شده، همش مظهرش قانون اساسی ماست. این نقاط است که باید دو طرف بشینه صحبت کنه. آقای پامپیو هم یک نقطه خوب در حرفایش بود که دموکراسی رو تایید کرد و سفارش کرد، ولی گفت که ما تحمیل نمی کنیم سرتان. اگر خدا نخواسته می گفت که تحمیل می کنیم، باز مسئله به دیگه طرف می رویم. امریکا چرا تحمیل کنه؟ او با ارزش های خود معتقد است و سفارش کرده می تواند. نظام آینده یک بحث مهم است، اما اگر اختلاف کلان نیست؟ کلان نیست، اما اختلاف قابل ملاحظه هست، قابل حل شدن هست. بسیار خوب، یعنی جمهوری اسلامی افغانستان آماده گذشتن از جمهوریت است یا طالبان آماده گذاشتن از امارت و نظام که اسلامی همشون میدن؟ خب اگر مذاکرات به یک سطح بره که تعدیل قانون اساسی بخواهه یا هم کدام تغییر دیگه، خوره جمهور افغانستان در خط لوی جرگه گفت که اگر ما بوت یک درایی بر بخورم باز مراجعه میکنم با لوی جرگه. عین حرف ملا برادرم گفت، ولی به یک شکل دیگه گفت. ما نظام میخوایم که همه مردم افغانستان دو خود ببینن. آلی او رو چطور تصمیم میگیرن؟ مثلا وقتی که ملا عمر امیر المومنین ساختن و نام خود امارت اسلامی گذاشتن، یک شورا دایر کردن که یا اهل و حلاقت میگن یا هر چیزی میگن. یعنی بازم یک مکانیزم مردمی است. ما بقیده ما حرفا اوقدر دور نیست که با هم به یک نتیجه نرسن. بسیار خوب، همون بحث گزینه سوم که آقای عبدالله مطرح کرد، اگر همین جمهوریت و امارت به یک نقطه اختلاف که بنبست به میان بیاره در روند مبدل شود، گزینه سومی
وجود داره ممکن است. ما همین حرف گزید سیومی را از زبان عبدالله نشدم، شاید سکتگی آمده باشد از سخنرانیش. ما فکر نکنم با شناختی که دارم از دکتر عبدالله و از اینکه اونا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکنن، در پالیسی جمهوری اسلامی افغانستان گزینه سوم وجود نداره. بسیار خوب، در بحث به جمهوریت و اماراتی بحث مطرح نشدم. آقای عبدالله گفت که اگر روند در باب برخ مسائل با مشکل جدی رو برو میشه گزینه های سومی. ما ایتو خواندم که اونا ایتو منظورشان ایتو بوده باشه که اگر ما به یک حالت بر بخورین که تعدیلات ضروری باشه، بسیار ما حاضر هستیم به او تعدیلات تن بدیم. که او را ما میگم اگر قرار باشه قانون اساسی رو تعدیل کنیم برای آوردن صلح، چرا نه؟ چرا تعدیل یک امر حتمی است و غیر قابل انکار. چقدر خوشبین هستین که مذاکرات به نتیجه خواهند رسید؟ بسیار خوشبین هستم، چرا که بی سابقه هست و میگه سالی که خوب است از بهارش پیداست. روز اولش بسیار خوب بود، از دو تیم تخنیکی که با هم ملاقات داشتن در فضای بسیار خوب صورت گرفت، مرا خوشبین میسازد. بسیار کوتاه، آقای خلیزاد گفته که در درون افغانستان و منطقه کسان مخالف صلح هستند، موافق هستیم؟ آقای خلیلزادی حرف چندین بار گفته، باید خودش وضاحت بده. موافق نیستم. تشکر بسیار. آقای داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان، از حضورتان در برنامه وزیر وقت گذاشتین و برنامه ما بعد در ادامه هم گزارش در باب مسائل حاکم در روند صلح ببینید. پس از نشست آغازین مذاکرات میان افغانان در دوحه به روز شنبه، هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان پشت درهای بسته با هم دیدار کردند. دو طرف به ایجاد گروه های تماس از بحر هماهنگی و تعیین آجندای گفتگوهای رو در رو توافق کردند. با یک پیام امیدوار کننده میریم برای اینکه مجلس بسیار خوب داشتیم. دین روز بار نخست بود که تیمای مذاکره چی از دو طرف با هم نشست و امروز هم تیمای تکنیکی کار کردند. معصوم سانکزی، نادر نادری، زرار احمد مقبل، فوزیه کوفی، عنایت الله بلیغ، محمد ناطقی و خالد نور هفت عضو گروه تماس جمهوری اسلامی افغانستان هستند و مولوی عبدالکبیر، عباس سانکزی، نورالله نوری، شیخ دلاور و شیخ قاسم پنج عضو گروه تماس طالبان هستند. یا مصبت در روکیه رو شکر بوده یعنی بوده دینسی بحثون جنجالی بحث هتل رسید. قرار بود که به روز یک شنبه گروه تماس برای هماهنگی و تعیین آجندای مذاکرات رسمی نشست برگزار کند، اما این نشست برای فردا به تأخیر افتاد و از همین رو برگزاری نشست رسمی از فردا به روزهای بعد به تأخیر افتاد. سخنگوی دفتر طالبان میگوید که در آغاز نشست میان افغانان به میان آمدن نظام اسلامی و رهایی بیش از 7000 زندانی این گروه از بند حکومت از مسائل هستند که در مذاکرات رسمی بحث خواهند شد. اسلامی نظام را تک خورا دیر مهم دیا زمین بندیان و خلاصی دل تقریبا نوگو آتا در شاوخا تردی کم زیاد دور بندیان باتی نیدی دی خلاصی دل در مهم مهم وزاد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز با هیئت افغانستان درباره توحید برنامه‌هایشان نشست داشت.